آموزش برداشتن پرده سبز رو میخوام یادتون بدم، حتی اگه اینکه کار کردن با پریمیر هم بلد نیستین. سلام، اشکان داوری هستم از تیم گری استودیو. امروز آموزش برداشتن پرده سبز داریم. سعی میکنم تو کوتاه‌ترین زمان ممکن اینو بهتون آموزش بدم. پس بی معطلی بریم تو پریمیر تا بهتون آموزش بدم. برنامه پریمیر رو باز میکنیم. یه محیط کاملا ساده داره. اصلا هم گیج کننده نیست. اون دوتا کلیپی که میخوایم استفاده کنیم، پرده سبز و بک‌گراند رو میاریم. اینجا پل میکنیم تو پریمیر. این کلیپ اول کلیپ بک‌گراندمون هست. کلیپ دوم کلیپ پرده سبز. ما این کلیپ پرده سبز باید بیاریم روی کلیپ بک‌گراند. این گوشه افکت کنترل افکت. اینجا می نویسیم اولترا کی. این افکت رو می گیریم بیندازیم رو کلیپ. این قسمت تصویر یه پنجره واسه همون باز میشه به همون اسم اولتراکی. یه قطره چکون داره، اینو اینجا میزنیم تموم. به همین سادگی این بک ما حذف شد. خب این راحتی که شما دیدین با سه تا کلیک میشه بک پرده سبز رو عوض کرد، این یه سری قوانینی هم داره که باید اون فوتیجی که شما داشته باشین و میخواین استفاده کنین اون قوانین رعایت شده باشه. مثل چی؟ مثل همین نور بک که گذاشتیم اینجا بک رو روشن کنه، یه نور گذاشتیم اینجا سوژه رو روشن کنه. اینم سپایه هست تو اون کلیپ قبلی. فقط یه نکته اینجا هست که نور رو باید جوری تنظیم کنین که سایه روی بک نیفته. همین. خب اون توضیح کوتاهی که بهتون دادم واسه کسایی بود که خودشون می‌خواستن با پرده سبز کلیپ پر کنن. این قسمت افکت کنترل هست، همون اولتراکی. ببینید ما اگر این بک رو خاموش کنیم کامل بک سبزمون برداشته نشده. اگه من این افکتم بردارم، ما با این که با یک نور پردازی نسبتاً مطلوب این کار رو انجام دادیم، باز ببینید کامل برداشته نشده اون قسمت های سبز، اون حاشیه ها هنوز هست. خب اینجا باید چی کار کنیم؟ این قسمت رو میذاریم رو آلفا چنل. ببینید این قسمت سفید سوژه باید باقی بمونه، این قسمت ها باید سیاه بشه. خب باید اینقدر با این چرخ دنده ها کار کنیم. ببینید خیلی شفافتر، بهتر، نرمتر و شیکتر و حرفه‌ای‌تر این کار انجام شد. خب دیدین که به همین سادگی با استفاده از چند کلیپ پرده سبز رو برداشتیم و بک مورد نظرمون رو گذاشتیم. خب اگه از این آموزش کوتاه خوشتون اومده، با حمایت خودتون تو صفحات مجازی ما رو دلگرم کنید.